خب سلام، قراره که بعد از مدت ها در مورد توییتر صحبت کنیم. این جلسه اول، تو جلسه اول در مورد این صحبت میکنیم که توییتر چیه. حدود 15-16 ساله که توییتر وارد ایران شده و کاربر داره، اما از سال 88 همونطور که میدونید توییتر تو ایران فیلتره، ولی سال به سال بر اثرگذاری و تعداد مخاطبان ایرانی و فارسی زبانی که تو توییتر هستن اضافه شده و این تعداد افزایش پیدا کرده و در چند سال گذشته دیگه سیاستمدارا و روزنامه‌نگارا و آدم‌های تاثیرگذار حوزه‌های مختلف اومدن تو توییتر اکانت زدن. برای همین خیلی جذاب و جالب شده برای خیلی از کسانی که تو توییتر نبودن، پیش از این مثلا فقط اکانت اینستاگرام داشتن. من ابتدا توضیح بدم که خود توییتر چیه. توییتر یک پلتفرم شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام یا مثلا تلگرام که احتمالاً استفاده کردید، اما یه سری ویژگی داره که با این دوتا کاملا متفاوته. یعنی مثلا اون شکلی که تو تلگرام شما با کانال تلگرام کانال خبری هستید و صدا یک طرفه است و یک نفر یک بحثی رو میذاره و شما فقط میتونید اونا رو ببینید، در توییتر کاملا با اون متفاوته و یک تعامل حد اکثری شکل میگیره که تو اینستاگرام هم نیست. تو اینستاگرام هم شما وقتی که میرید تو یک پیجی یک کامنتی میذارید، یک متن رو میذارید، ادمین اون صفحه میتونه کامنت شما رو پاک کنه. اما تو توییتر اصلا این شکلی نیست و شما هر توییتی که بذارید و در واقع ذیل توییت یک نفر دیگه ای هم باشه، خودش به عنوان یک هویت مستقل و یک توییت مستقل قابلیت شیر کردن داره و کسی نمیتونه پاکش کنه. این نکته باعث شده که یک فضای تعاملی شکل بگیره توی توییتر و آدم‌ها بحث‌های مختلف رو اونجا دنبال کنن و بتونن با هم مناظره‌های دو نفره و چند نفره داشته باشن و کسی نتونه صدای یکی دیگر رو حذف کنه یا خفه کنه. از ویژگی‌های توییتر میشه رو متن محور بودنش تأکید کرد که با اینستاگرام که تصویر محوره و شما مجبورید برای اینکه یک پستی رو بذارید حتما یک تصویر رو هم زمینش کنید، توییتر اینطور نیست، متن محوره. البته به این معنی نیست که نشه توش عکس و فیلم استفاده کرد، شما هم عکس و هم فیلم میتونید در توییتر استفاده کنید، اما ویژگی اصلیش ویژگی متنی اونه. توییتر از سال 2006 اگر اشتباه نکنم 15-16 سال پیش راه افتاده و تا این مدت خب خیلی رشد زیادی هم از نظر تعداد یوزر داشته. تو کشور ما هم از همون سالها دو سه سال اول یه سری یوزر گرفت که خب وقتی که سال 88 فیلتر شد تعدادشون اومد پایین. جالبه که بدونید قبل از اینکه توییتر فیلتر بشه در ایران در سال 88 جزء 5 سایت برتر پربازدید فارسی بود و کاربرای ایرانی خیلی ازش استفاده می‌کردن. عنوان توییتر توییت به انگلیسی معنی جیک جیک گنجشک میده. اگر که لوگوی توییتر هم نگاه کرده باشید، توییت به معنی جیکه و توییتر اینجا جاییه که میتونن آدم‌ها همه با هم دیگه صحبت کنن و این فضای این شبکه اجتماعی خیلی متأثر از پیام‌های کوتاه و متنی کوتاه و پیام‌های سریع، جایی که آدم‌ها میتونن به سرعت ابراز نظر کنن و محدودیتی از نظر تعداد توییت در روز ندارن، هرچند که محدودیت کاراکتر وجود داره. در این قسمت که اولین قسمت از یک سری محتواها در مورد آموزش توییتر هست، من بیشتر تمرکزم روی خود توییتر، اصلا توییتر چیه، چجوری کار میکنه و از کجا اومده است. تو جلسات بعدی راجع به ترفند و باقی مسائل فنی توییتر صحبت میکنم. اگر که شما با توییتر آشنا نیستید و تازه میخواید به این شبکه اجتماعی اضافه بشید، بهتره که بدونید نقطه بسیار مهم و مثبت توییتر نوع الگوریتمیه که اون داره. شما در توییتر قابلیت ریتوییت کردن یا شیر کردن در اون بسیار بالاست، چیزی که بقیه شبکه‌های اجتماعی اینو کمتر می‌بینید. یعنی توی اینستاگرام، تلگرام، حتی یوتیوب، بقیه شبکه‌های اجتماعی تا اون اندازه‌ای که توییتر بهتون امکان میده که نظر خودتون رو بازنشر کنید یا شما نظرات بقیه رو بازنشر کنید یا بقیه نظر شما رو بازنشر کنند، هیچ کدوم قابل مقایسه با توییتر نیستن. توییتر از این نظر بی‌بدیله و این گزینه ریتوییت کردن و شیر کردن درش بسیار بسیار عالیه. یک تفاوت عمده توییتر با مثلا اینستاگرام اینه که نظر شما و آن چیزی که می نویسید اونجا منتشر می کنید خیلی همبستگی با میزان فالوورهای شما نداره. توی اینستاگرام اینجوری نیست. توی اینستاگرام شما اگه که فالوور بیشتری داشته باشید، احتمال اینکه محتواتون بیشتر دیده بشه خیلی زیاده، اما در توییتر اینطوری نیست. توییتر بسیاری وجود دارن از که طرف فالوور خیلی کمی داشته، اما به خاطر محتواش ده ها هزار بار شاید صد ها هزار بار توییتش دیده شده و ایمپرشن گرفته از مخاطب. این الگوریتم توییتر بسیار هوشمنده در این قضیه و خیلی امکان اینو میده اگر شما حرفی برای گفتن دارید
حرفتون به راحتی شنیده بشه. من الان میگم که چرا توییتر رو استفاده کنید. شاید مهمترین تفاوتش با اینستاگرام که احتمالاً شما یوزرش هستید رو بتونم اینجوری شرح بدم که توی اینستاگرام مردم زندگی روزمره‌شون رو معمولاً با تصاویر به اشتراک میذارن. تو توییتر شما میتونید روزمره نویسی کنید، اما خب یک تفاوت عمده وجود داره و بیشتر رویداد محور و خبر محور و ترند محوره. خیلی از محتوایی که شما در اینستاگرام احتمالاً میبینید و بعداً در کانال‌های تلگرامی میبینید، ابتدا در توییتر عرضه میشن. یعنی در توییتر نوشته میشه، پیرامونش یک بحثی شکل میگیره، یه سری آدم ریتوییت میکنن، روش کامنت میذارن، توییت‌های دیگه راجع به اون موضوع نوشته میشه و این تبدیل به یک روند خبری یا ترند میشه. این ترنده بسته به نوع تاثیرگذاریش ممکنه که بعداً با یک تصویری همراه بشه و به تو اینستاگرام شما اون رو ببینید یا خود متن اون توییت رو شات بگیرن، عکس اون رو بذارید توی پیج‌های مختلف و شما اون رو با اون موضوع آشنا بشید. نکته اثرگذار و مهم توییتر اینه که آدم‌هایی که در حوزه‌های مختلف صاحب نظرن و میتونن تاثیرگذار باشن تو توییتر ابتدا نظر خودشون رو منتشر می‌کنن. البته که خب استثناء وجود داره، اما خیلی از سیاستمدارات، روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه‌های مختلف، سلبریتی‌ها و افراد مختلفی که حضور دارن تو توییتر نظرشون رو اونجا ابراز می‌کنن و اون نظر هست که بعداً در باقی شبکه‌های اجتماعی بازنشر میشه. این یک تفاوت عمده‌ای که توییتر با بقیه پلتفرم‌ها داره. تفاوت عمده دیگه‌اش که میتونم بهش اشاره کنم، شاید بگم مثلا دموکراسی یکم دموکرات‌تر فضاش، هرچند که سیاست‌های خودش رو داره، اما امکان تعامل دو طرفه در توییتر بسیار بسیار بالاتر از بقیه پلتفرم است. یعنی شما همونطور که قبلا هم گفتم در توییتر کسی نمیتونه نظر دیگری رو حذف کنه. شما میتونید یه نفر رو میوت کنید، بلاک کنید، اما نمیتونید توییتش رو که زیر توییت خودتون نوشته شده رو هیچ وقت پاک کنید. اون توییت همیشه میمونه. این باعث شده که یک فضای تعامل و گفتگو شکل بگیره پیرامون مسائل مختلف که شما این رو در باقی پلتفرم‌ها کمتر می‌بینید یا اصلا نمی‌بینید. طبعاً تو اینستاگرام شما همچین فضایی رو ندارید. اگر که ادمین اون پیج همونطور که گفتم اگر بخواد می‌تونه نظر شما رو پاک کنه. نکته مهم دیگه اهمیت خبری و اطلاع رسانی هست که در توییتر وجود داره. اگر که شما می‌خواید از آخرین اخبار، اطلاعات و مسائل روز آگاه بشید، توییتر خیلی به شما از این نظر کمک میکنه، به این دلیل که آدم‌های تاثیرگذار در اون هستن و اصلا شیوه الگوریتمی که توییتر نوشته شده بر مبنای انتشار سریع اخبار هست. یعنی به سرعت فضا رو در اختیارتون میذاره که یک اطلاعات در اون گردش پیدا کنه، ریتوییت کنید، بتونید نظر بقیه رو بخونید و اینجا اون بهترین جاییه که شما میتونید نظرات خودتون رو اعلام کنید و اخبار رو هم دریافت کنید. این فضای تعاملی توییتر یه نکته‌ای هم داره. اگر که شما جنبتون پایینه، نمیدونم کسی ازتون انتقاد میکنه، یه حرفی میزنید، یه نفری ممکنه بگه یه چیزی بهتون بگه، بعضیا رچن یه سنگی بهتون بزنن، یه فوشی بدن، یه لگدی بهتون بزنن و شما بدتون میاد، توییتر به دردتون نمیخوره. تو توییتر فضا این شکلیه که همه آزادانه نظرشون رو میگن. بعضیام واقعا نظر تخریبی دارن ولی نمیشه جلوشون رو گرفت. باید خودتون در معرض نقد قرار بدید و این فضا به وجود میاد. نمیخوام بترسونمتون، ممکنه که شما یه حرفایی بزنید خیلی هم بقیه خوششون بیاد، ولی بسته به موضوع باید آمادگی اینو داشته باشید که ازتون انتقاد بشه. توییتر همونطور که گفتم سال 2006 راه افتاده، توی یکی دو سال اول فکر میکنم 200 میلیون یوزر پیدا کرد که الان آخرین آماری که دارم فکر میکنم از سایت استاتیک مال همین امسال 2022 حدود 3.5 میلیارد ما کاربر توییتر داریم. توی ایران هم به نظر میرسه که تعداد یوزرها بین 1 میلیون 800 تا 2 میلیون و 500 هزار کاربر باشه، که هرچند نمیشه دقیق گفت که چند نفرشون فعالن. نسبت آمار 40 میلیون نفر اینستاگرام، تعداد کسایی که تو توییتر تو ایران هستن بسیار بسیار پایینه، اما اون اثرگذاری که گفتم و اون بالا گرفتن و اون در صدر تولید محتوا، قیف تولید محتوا که شما یک چیز رو تولید میکنید اونجا و یه توییتی که نوشته میشه و بعد سرریز میشه در بقیه شبکه‌های اجتماعی، حتی در اخبارهای رسمی، خیلی مؤثر بوده و آدم‌های زیادی هستن که دوست دارن اونجا فعالیت کنن و از این طریق بتونن نظرشون رو به بقیه ابراز کنن. سعی کردم که توی این درس اول از آشنایی با توییتر در مورد فضاش بهتون بگم، اینکه چه تفاوتی با دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی داره و چه سابقه‌ای داره توییتر، کی تأسیس شده و تو ایران چقدر یوزر داره و چه وضعیتی بر اون بوده.
تو برنامه‌های و درس‌های بعدی راجع به مسائل دیگه صحبت خواهیم کرد، اینکه اصلا شما چطور وارد توییتر بشید، چجوری اکانت بسازید، بیوگرافیتون یا اون صفحه پروفایلتون رو چطور درست کنید، هشتگ ها چه مباحثی مربوط به اون وجود داره، تولید محتوا در توییتر چه شکلی است و باقی مسائل فنی در موردش صحبت می‌کنیم. ما رو دنبال کنید، خبر خوبی در این زمینه در راه، برنامه خوب دیگه‌ای هم ساخته میشه که امیدوارم از اونها استفاده کنید و اونها رو ببینید.